کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند کلیدر نوشته محمود دولت آبادی جلد دهم بخش ششم خانمو فارغ از کار توفنشی ها به حیات در اومد و یک محمد را بر بام دیده بیک محمد تا لب بام پیش آمد ایستاده بود و نگاهی پرسا و نگران با امویش داشت خانمو به مطبخ دوید تکه ای گوش در یک تای نان پیچید و بیرون آمد و یک سر به دیدار بیک محمد به بام بالا رفت بیک محمد بار دیگر گام زدن از سر گرفته بود و با حس حضور خانمو به او برگشت و برابرش ایستاده و چنان که پنداری پرسشی در گلویش دیرمان شده است بیدرنگ و پرس کرد چه میبینی خانمو؟ خو خود, خود میبینم امو جون خانمو نیز به محمد را در پرسش خود وانه داشت. با او چنین گفت و دست در بازوی جوانترین برادرزاده خود به سوی خرند لب بام مشرف به کوچه کشانیدش و او را کنار خود پای خرند نشانید و نان و گوشت را به دست بیگ محمد داد برادرم هم چرا همچی کاری میکنه خانمو؟ رو چرا داره مرخص میکنه؟ دیوونه شده؟ گمون ندارم دیوونه شده باشه، عقل سر جاشه پس چرا دست به همچین کاری داره میزنه؟ خانمو با تعملی در کلام به جواب بیگ محمد گفت همون کاری رو داره میکنه که باید بکنه چه کاری غیر از این میباید میکرد بیگ محمد گفت آخر که جنگی در پیشه که باید بجنگیم اگر باید بجنگیم دیگه چرا دور و رو باید خلوت کنیم خانمو به بهخرن تکیه زد و گفت حکومت جان ما رو میخواد جون حالا چرا ما باید دیگران و قربانی جان خودمون کنیم حرف گل محمد ما اینه و چندانم حرف بیراهی نیست بیک محمد برانگیخته و اندکی ناباور گفت مگه ما, ما خیال داریم با دستای بسته جونمون را تحویل حکومت بدیم خانمو هم بدان نرم حالی پیشین پاسخ داد نه گمون ندارم که ما همچی خیالی در سر داشته باشیم پس چی؟ میریم که کشته بشیم؟ خانمو پاسخی نیافت سر به سکوت فرو افکند لحظاتی را گذراند و از آن پس به بیگ محمد وانگریست و انگار ندانسته چنگ در کاکل جوان خود زد و گفت هر که به میل خودم جون هر که به میل خود بیگ محمد بی به تعمل واپرس کرد تو خودت چی خانمو تو خودت به جنگ که یقین از کشته شدن داشته باشی میری؟ خانمو یله بر ستون آرنج تکی کلوخ را میان انگشتان زمخت خود خاک کرد و به جواب گفت گل محمد میره خودت چی؟ خانمو تو هم میری؟ خانمو نیم رو اندیشناک جوان را در نگاه گرفت و گفت خودتو چی؟ بیک محمد تو نمیری؟ در سکوت بیک محمد خانمو حرف خود را دنبال گرفت و گفت یکی اگه بودم کار روی دیگه ای داشت اما حالا یکی نیستم حالا هیچ کدوم ما یکی نیستیم هر کدوم از ما در همون دم که خودش دیگری هم هست زنده و مردی ما با هم دیگه است ما هممون یک تن هستیم یک جون هستیم اما من با تو حرف دیگه ای دارم به یک محمد من با تو حرفی دارم که اگه قبول کنی شاید بتونم اون رو به گل محمدم بقبولونم به شرط اون که بر نیاشوبی گوشم خانمو خانمو تنه راست کرد و پشت به خرند لب بام زانو را برآورد و در حالی که درسهایش را به زدودن خاک بر هم میکوبید خیره به تیرنای شب گفت دلم اینو میخواد که تو بمونی بگ محمد بمونم کجا بمونم خانمو زنده بمونی بگ محمد دلم میخواد که تو زنده بمونی چی میگی خانمو گفتم بگ محمد دلم میخواد که تو در این دنیا باقی بمونی خانمو تو اینقدر یقین به کشته شدن داری پرسش نکن بیگ محمد فقط به خواهش عمود گوش بسپر فقط دل بده به حرفای من دل من میخواد که بیگ محمد بمونه زنده بمونه خانمو مرد از جای برخواسته بود و خود نمیدانست گام در کدام سوی و به چه کار بگذارد بس این را میدانست که نمیخواهد و نمیتواند به نگاه بیک محمد در چشمهای خود راه بدهد ولنگار و بیمقصود قدم برداشت و گفت اون چه گفتم آرزوی دل من بود آرزوی دل منه خانمو خانمو آه کجا بمونم من چطور بمونم من برادرام عموم عزیزانم با چشم باز به قتلگاه میدن و تو می خوای که من بمونم من کجا بمونم خانمو باگشت بیگ محمد در کنار شانش امویش را در خود و در کلام و در گنگی کلام کلنجار میرفت خانمو که پنداری در این تنگنای اطوفت و قهر نیروی یافته است راست در چهره جوان خود خیره شد و دست بر شانه ستبر بیگ محمد نهاد اما بدین حال دوام نیاورد دست از او وا گرفت روی گردانید و گفت آرزو داشتم تو رو داماد کنم بیگ محمد آرزو داشتم به دامادید برقصم آرزو داشتم روی فرزندت رو ببینم آرزو داشتم تکم تک رو به عروسمون پیشکش کنم آرزو داشتم من آرزو من بودم خانمو به ایستادن قرار نیاورد بر کنار خرند لب بام به راه افتاد و در سکوتی که پنداشتی نفس بیک محمد را بریده بود گویه کرد جوونی جوونی تو لابد خودت نمیدونی چقدر مانند جوونی های خودم هستی تو خود من هستی من میخوام بمونی و زندگانی کنی من میخوام که بازم در جنم تو زندگانی کنم من میخوام که با تو بمونم و زندگانی کنم زندگانی آه آی زندگانی بگ محمد زندگانی خوب نعمتیه زندگانی با همه ستم ها و دردهاش نعمت پربهاییه نعمتی که فقط یک بار آدم به با اون دست پیدا میکنه و در همین یک باری که آدم باید بتونه زندگی رو بچلونه که آدم در همین یک بار باید بتونه شیره و جوهر زندگی رو بگیره نعمت نعمت تو به محمد هنوز خیلی حق به گردن این زندگانی داری منم حق دارم که وقتی سینم سوراخ میشه بتونم در فکر زندگانی باشم من میخوام وقتی که سینم سوراخ شد بتونم میدون شرنگ عروسی تو رو پیش چشمان ببینم آخه برای کشته شدنم امید لازمه بگ محمد پس تو بمون به محمد بگذار وقتی کشته میشم بازم در این زندگی باقی باشم میخوام باقی داشته باشم ها بگ محمد برای عمود بمون میمونی گرچه شب بود و شب مانع نمود مردمک های به عشق شسته شده چشمهای مردان توانستی شده اما شکن و لرزه صدای پخته خانمو خود جلوه اریان صدق و اطوفت مرد در همگویش با بیگ محمد جوان بود در کنج خرند بام خانمو برگشته و برابر بیگ محمد ایستاده بود و امید پاسخی موافق را در او می نگریست. یک محمد در سکوتی که پی سخن خانم او افتاده بود سر فرو افکنده داشت. دمی چون این گذشت و پس بیگ محمد سر براورد و نتوان از شیرگی بر لرز و شکن صدای گفت کاش دو جان می داشتم خانم سخن را بیگ محمد نتوانست دنبال بگیرد. پس بار دیگر نفس گرفت و گفت تا یه جونم و برای تو زنده نگه می داشتم و یه جونم و برای برادرم قربانی میدادم دادم. خانمو هر دو دست را برآورد و کف پهن دست ها را بر دوش های بیک محمد فرو خوبید و پس چنگ در سر شانه های برادر زاده خود افکند او را به قهر و شوق تکاند و گفت تو بمون بیک محمدم تو بمون بیک محمد تکانی را که دست و پنجه خانمو در تن وی افکنده بود تا باورد پس آرام گرفت و چشم در چشم امویش گفت چجور بمونم خانمو چجور بمونم و جوونی کنم چه جور زندگانی کنم وقتی که شماها چه جور بی شماها زندگانی کنم نه خانمو نه من هم پای شما میام من با شما هستم اگر هستم من با شما جوونم اگر جوونم بی شما نه خانمو بی برادرم نه خانمو من به دنبال گل محمد میام من به دنبال برادرم تا جهنم هم میام این خودش گل محمد به بام بر اومد شما نمیخواد شام بخورید؟ خانمو و بیک محمد خاموش بودند گل محمد گام پیش کشید و نزدیک ایشان ایستاد ها؟ خانمو به تای لغمه شده ی نان که همچنان در دست بیک محمد بود اشاره کرد و گفت لغمه بر بردر تا بردم قول محمد بر سکنج خرند بام نشست نانی را که خدا برده بود سپاره کرد و گفت نشد خواستم امشب برای کازممون یک عروسی را بندزم اما نشد با خودم گفتم حالا که مهلت زندگانی به ما نمیدن اقلا بذار این یک دم زندگانی جوش و خروش خودش رو داشته باشه اما نشد بیا خانم او لغمی بدهم بگیر تو هم به یک محمد چرا نمیشینین؟ نشستم سه مرد در سکنج بام نشسته بودند گل محمد در میان و آن دو دیگر برابر هم نان و گوشت که پاره شده بود و آرواره ها می جنبیدند. گل محمد خاموشی برادر و عمویش را بر می تابید. پس آرنج هایش را بر شانه امو و برادرش کوبید و خوشتب و شوخ گفت آه به چه خیالی هستید خانمو لغمش را قورت داد نگاه بر بام های خاموش قلعه میدان گذرانید و سپس گفت جای جمع کجا خواب بود گل محمد بیدرنگ پاسخ گفت میان قلعه نمیخوام جدال در بگیره نه اگر در قلعه ای ما رو در میان گرفتن چی مثلا همی الان میکشونیم به بیابون هر جوری شده خودمون از آبادی میکشونیم به بیابون خانمو گفت کوه بهتر نیست؟ کوه بهتره کوه خیلی بهتره صدای گام های کند اسبی در کوچه گفتگوها را برید بیگ محمد بر کنار خرند خیزه کرد و دور شد لحظه یوش به صدا سپرد و سپس دزدان سرک کشید گل محمد از روی خرند فرو خزید پاشنه سرش را بر سه کنج تکیه داد دستار را روی سینه به هم آورد و گوش با صدا در آسمان خیره ماند صدای گام های اسبی کند و آرام و خسته شنیده میشد چندان که جایی به نگرانی باقی نمیگذاشت خانم روی از بیک محمد که چسبیده به خرند مانده بود برگردانید و گفت دلم میخواد اون بمونه دلم میخواد به محمد از ماها زنده بمونه گل محمد بیان که چشم از آسمان برگیرد گفت آرزوی منو به زبون میاری خانمو آرزوی من کاش توانسته بودیم داماتش کنیم کاش صدای بیگ محمد گفتگوی خانمو و گل محمد را برید کی از از کجا میایی؟ صدایی خسته از عمق شب کوچه گفت منم نادلی چهارگوشلی هستم از بیابون ها میام آه میشنسم نادلی خدا قوت یکی هستی فقط خودت نه اسبم دارم هر دو خسته این گل محمد از کنار خرند به کوچه واگشته بود و نادلی را مینگریست در عمق تاریک کوچه نادلی چارگوشلی گم در شولای کبود خود بر اسب سفیدش خاموش نشسته بود و نگاه به بام سوی بیگ محمد داشت. بیگ محمد باز پرسید از این طرفا نادلی چطور گذرت از این طرفا افتاده؟ نادلی که پنداشتی باری از صرب در کلام به منزل رسانیده است. گنگ و خسته گفت مارها، مارها، مارها راه افتادن. مارها جون گرفتن و راه افتادند طرف خانمان شما. مارها همین حالا شاید در راه باشند. در همین نزدیکی ها صداشون رو من میشنوم مارها مارها خبرم و کارم با گل محمد همینه گل محمد به خانمو وانگری است خانمو برخواست و گل محمد هم به یک محمد پایید که امو و برادرش سوی پله ها پیش رفتند و با نادلی گفت هی کن بیا به خونه پسر حاج حسین را رو که ولدی هی کن بیا به خونه بند دوم نا نا با اون شوری نبوده به این بینمکی هم نیست داری به خودت گویه میکنی مرد یک پیاله چایی برام تیار کن چی شده به چه احوالی پریشان مینمایی دارن زمینش میزنن کیو دارن زمین میزنن گل محمد رو گل محمد خان سردار رو کیو دارن زمینش میزنن همونا که از زمین کشیدنش بالا حالا چی کار به کار گل محمد سردار داریم ما کاش از اولش کاری به کار گل محمد سردار نداشتیم ما ها چای بیار نه نه به اون شوری نبود و به این بینمکی هم نیست همه چیز بعد از اون روز زیر رو زبر شد بعد از اون روزی که جیر خارها و اوباش از هر طرف ریختن به شهر و هر جایی رو که قصدشون بود با آتیش کشیدند درست بعد از اون روز سخت شلاخ ها باز در دهات به راه شدند چوب های, های محلی از پناه کندوها بیرون کشیده شدند و روز از نو شد روزی از نو بعد از اون روز بود که رعیت مردم بعضیشون اگر پیش از اون حرفی زده بودند حقی مطالبه کرده بودند یا احیانا سهم خودشون رو یک جا از سر خربند به خونه برده بودند خانمانشون برباد رفت تا من در شهر بودم کم ندیدم دست و پا شکسته هایی که بال خر و قاطر به طرف مریض خونه آورده میشدند. خودم دیدم که سر و دست شکسته ها را گوش در گوش خوابانده بودند کنار راه روها و لحاف یا پلاسی به دورشون پیچیده بودند بعضی ها رو حکم دادن که از قلعه هاشون بیرون برند بعضی ها خودشون گریختن و بعضی ها هم به زیر چوب و ارجن و بیل گیر افتاده بودند های دو دستگی سالهای پیش دوباره نو شدند و هم افتادن به جون هم دیگه گمونم که قتل و کشتارم کم نبوده در همین چند سباه از سفر پیش که به شهر رفته بودم تا این سفر که دارم از شهر بر می گردم حال هوای شهر و مردم شهر زمین تا آسمون فرق کرده باور کردنی است باور نکردنی حالا چی بار کردی از شهر چی داره شهر و چی نداره برادر من من همون چرا بار کردم که پولم کفاف میداده و به کار من میخورده من قند و چای و کبریت و نفت و سوزن و سنجا خریدم و میبرم طرف دهات بالا از اون طرفم پشم و پوست و مرغ و دانه و هندونه و این چیزها رو میخرم و میارم طرف شهر گفتی که اون روز بعد از تیراندازی در شهر بودی؟ بودم و ای کاش که نمی بودم چون اگر نبودم نمی دیدم بیزاری بیزاری هم سد چندان شد گرگ های بیابان چه گفته؟ آدم هایی رو دیدم که بدتر از گرگ آدم های دیگر رو پاره پاره می کردن. واقع که چقدر بیچشم و روس این آدمی زاد. مثال گرگ آدم رو تکه پاره میکنه و شب هم میره و آرام به قرار سر روی بالین میذاره و میخوابه آدم رو پاره پاره میکنه و فرداش هم راست راست در خیابون راه میره این چجور گرگیه که تا روز پیش از قارت حتی تا ساعتی پیش از قارت از بره هم رامتر تر می نمود. اما همین که با یک جمعیتی که خیال خرابی دارن همراه میشه. بیان که ملتفت باشه میشه یکی از همونها سهله که بدتر از اونها آدم اول باورش نمیشه اما بعد که چشماشو باز میکنه میبینه حقیقت داره میبینه که همه چیز حقیقت داشته هرچه رو که میبینه حقیقت داره حقیقت من که ایرانم در کار این آدم میزاد اون روز من دیگه نتونستم نگاه کنم و چشمام رو بستم اما وقتی که پلکان رو با ترس و لرز باز کردم دیدم که از دست های جمعیت خون می ریسه. دیگه تاب نیو بردم. برگشتم به کاروان سرا و مثل ناخوشا تا فرداش در یک کنجی کس کردم. شنیدم که زنی رو زنده بگور کرده همون روزا. آتش، بخت برگشت آتش. در اون بلبا و گوگا دختر آتش گم شده بود. دختر جوان سر به نیست گم شده بود بگو یک آه که از دل کنده بشه که انگار همچه دختری هستن در دنیا نبوده دانا نیست میشه حالا کی هست که در اون بلوا به فریاد و فقان آتش گوش بده هنوز قوقا نخوابیده که دسته مزگانچی های جاندرمری راه میفته در خیابون و صدای بوغ و سنج و کرناشون تمام شهر رو پر میکنه و او اوباشی که تا اون دم شهر رو به آتش کشیدن خون تیغهای چاهوشون رو پاک میکنن و جمع میشن دم دروازه نیشابور به پیشواز جناب بکتاش و همه چیز فراموش میشه اما فردا ناگهان در شهر میپیچه که زنی خودش رو زنده به گور کرده های یورش میبرند طرف پشت بارو و میان خندقها اونجاست که آتش رو میبینن که دابی گلوش فرو رفته به زیر خاک و دهنش باز مونده. گویا که دیگه مرده بوده. در واقع خودش رو مردونده بوده. البته خدا بهتر میدونه چون که چون که مشکله. مشکله. برجت خدا عالمه که کار از چه قواره بوده. من چی بگم؟ خب من دارم میرم طرف ابرام آباد. راهمون دوتا میشه. به سلامت را رو کردی به سلامت نه نه به اون شوری نبود و به این بینمکی هم نیست از قدیم گفتن که اون که میزنه میدونه و اون که میخوره پس حد دارم که گل محمد سردار بیخبر از اون چه در کاره نیست خودش بهتر از من تو که سر به دم به گاب و خرمون داریم میدونه که دشمنات چه تدبیری در سر دارن میگویند که در عروسی قلع چمن با همینو که دارن کل پشت میکنن همکاسه شده بوده دانیار چه دیدی سینه ما و پدران ما پر بوده و پر از این داستان ها از داستان های دروی ها دشمن که همیشه از روبرو رو نمیاد مارای خوش و خال میگن که به گله کلمیشی هم شبیخون زدن و کلی گوسفند بردن اگر این چیزا رو باور نکنیم معلوم میشه که در این دنیا زندگی نمیکنیم. دیگه چرا توفنچی هاشو مرخص کرده؟ لایه یوق عوض کن مرخص نکرده توفنچی چیا شبونه گریختن مگ توفنچی غیر از آدمی زاد هستن نه که نیستن وقتی دیدن زور حکومت میچربه شبونه زدن به چاک جاده مگه نه اینه که خود گل محمد هم فراری شده زندگانی را چه میبینی؟ مرد، مرد، مرد چه با قهر و گلایه حرف میزنی تو مرد؟ آه از این دل بیقرار من دست چپش میگن دست چپ چوبانی سبرون و کار شده حرف چند توست. یه جا میگن با دوزه گله درگیر شده بوده یه جا میگن با پلنگ پنجه در پنجه شده بوده در اون کوپایی که پیش از اینم پلنگ دیده شده بوده نقل میکنن که وقتی پلنگ دیده میشه سگای گله میتازن به طرفش که پلنگ هر سگ رو با یک سیلی میخابونه زمین بعد از اونی که پلنگ از پشت کله پا میکنه طرف گله و چوپونا سبر نمیبینه جز این که لمد چوخاش رو بپیچونه به دور دست و بازوی چپش و اونو فرو کنه به دهان پلنگ آخه دندون پلنگ در نمد گیر میکنه که نمیتونه کاری بکنه البته چوبون رو میکو به زمین اما دندوناش از کار افتادن چون در نمد گیر کرده و پلنگ فقط میتونه دندونا رو فشار بده و اونقدر فشار میده تا خفه میشه از این طرفم هم سبرخان دست راستش بیکار نیست با کارد دست راستش چلتای زخم در سینه و گرده پلنگ وا میکنه تا اینکه پلنگ خفه میشه و خونی که از زخماش روون شده بی حالش میکنه فعل واقع رفیقش هم بیکار نبوده و در همون حال که صبرخون با پلنگ در کشتی گرفتن بوده اونم با چوب و چماق میکوب رو گیجگاه حیوان ال که بعد از خفه شدن پلنگ دست نمر بیچ سبتخان رو از دهان پلنگ بیرون میارن و میبینه که نیش های بالا و پایین ساق دست رو مثل پرما سوراخ کردم الحق که آفرین اگر همچین کاری کرده باشه حرف چند هاست. یکی دوتا که نیست بعدها همه چی روی روز میافته بعدها همه چیز آشکار میشه هرچه و به هر جهت که خدا نیار اون روزی رو که مردی زمین بخوره خدا نیاره اون روزی رو که پهلوانی زمین بخوره چون که دیگه هیچ کس اون رو نمیشناسه نزدیکترین کسانی حتی آشنایی نمیدن تل خوب و ارباب چی؟ میگفتن که اون میونش با گل محمد خیلی خوب بوده میگفتن که پوستین کابلی خودش رو برای گل محمد فرستاده بوده ای بابا تلخوابادی از خود آلاجاقی میانش با گل محمد بهتر نبوده حالا خیلی همت به خرج داده و خودش رو پنهون کرده اما باز هم به ریتاش سفارش کرده که در این دعوا اگر کاری پیش اومد طرف حکومتی ها و جهنخان سردار رو بگیرن باز خدا پدرشو بیامرزه که مثل آلاجاقی رو در رو نایستاده دارن آدم ها رو سر میدون جمع میکنن بد نیست اما حیف که من آدم نیستم مردا رو مردا رو جمع میکنن من مردم نیستم دیگه چی؟ حرف از جنگ و جداله جنگ با یاقی دولت میگن این حکم شخص شاهه که هر کی هر جوری میتونه باید به معمول رو کمک کنه جانن و مالن خوبه این کارشون که دیگه نمره یکه اما دست ببرزا من مرد جنگم نیستم تو که خودت بهتر میدونی خواهر جون که من نه جون دارم و نه مال حالا اگه دلت یک پیاله چای میخواد برو چاردون من از خونت وردار بیار من چی دارم به تو میگم و تو چی داری به من میگی زوره زور اقلا خودتو قایم کن مثل اجباریه به زور میبرن مشکلی نیست وقتی که من به زور بردن از زیمه را میگریزم آخر چرا سری رو که درد نمیکنه دستمال در میبندی خاله جون من که به سر خودم دستمال نمی بندم یکی دیگه داره سر منو میشکنه خودش هم دستمال میبنده من که زیر سقف خلوق خودم نشستم آخه دنبال سر تو و پسر من حرف میزنن میگن شما شبونه رفتید تا با گل محمدا همراه بشید اما دست شما رو پس زده دم صبح هم شما رو دیدن که برگشتید به قلعه بر همینه که میگم به سلامتونه که رو پنهان کنید خیلی جوون مردی میخواد اگر ما رفتیم به کمک و گل محمد هم در همچه وضعی ما رو رد کرده پس فلواقع که درس ایاری رو به حق آموخته بوده چون اینجور که معلومه قشون قشون دارن میرن تا اون رو یک مرد تنها رو بکشن ما اول از گل محمد دلگیر شدیم اما حالا داریم ملتفت میشیم که اون چی رو ما در آینه میدیدیم اون در خشت خام دیده بوده حالا پسرت کجاست خاله؟ نون و قرمه و چارپا حالا که میگی مرد خونه نداری نون که داری نون و قرمه و چارپا زندگیشون رو که نمیخوایم تاراش کنیم اما امان به حکم جهنخان سردار به فرمان شاه به فرمان شاه نون و قرمه و چارپا امان 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 چه فایده چی چه فایده این که دیگه اسمش جنگ نیست در واقع گل محمد خودش خودش رو کشته و به حکومت خبر داده بیاد و جنازش تو از خاک برداره این که دیگه اسمش جنگ نیست پس تو میگی جهن خان و جناب بکتاش میرن تا جنازه ها رو تیر بارون کنن تو چیز غیر از این میبینی؟ من نمیدونم من هیچ چیز نمیدونم تو میگی تسلیم نمیشه تسلیم میشه من هیچ چیز نمیدونم چرا نخواست به جنگ گل محمد چرا نخواست به جنگ به راه کومیش نگاه کن فوج فوج سوار و گله گله پیاده بامها رو ببین مردم از خرد و کلون بر بام شدن افراد من چهار پا و آزوقه میخوان هرچه بود بردن قربان پیش از شما آدمای جهن از اینجا گذر کردن مرد مرد جوون چی؟ جوون ها نموندن قربان شبون گریختن نزدیکترین آبادی به شما کجاست؟ چرا رد دادی مرد ناحسابی؟ چرا رد ندم؟ من اگه رد نشون نمیدادم اونا خودشون قلعه به اون بزرگی رو نمیدیدن اونا با اون دوربین هاشون مگه کسی اینجا رو به قشون نشون داده بود اینجا سر راه بود اصلا به من چه گور پدر بایه و مشتری من یک کت خدا که بیشتر نیستم تو اسمت رمزون قربون سرد دنبال من بیا راه رو که بلدی رفیق من بلد قربان رفیق همون بالاها رو بهتر از من بلده اون طرف رو هیزم کشی میکرد سالیان سال با خودم بیارمش خرجش هم پای شکمش دوتایی پس چرا ارباب انباری رو نشونشون ندادی از ترسم تو بودی نشون میدادی من بازم میخوام در این بله ولایت زندگانی کنم از این گذشته اونا به انبار اربابی کاری ندارن حالا که اینجور منم نمیذارم که دو قصر در بری. قربان قربان جناب یاور این عبدالله و خدمت نظام رو تموم کرده در هنگ سوار خودش رو دروغی زده به چلاقی زد باش به را بیافت طلب تا برگردم به سر زبیده تا برگردی اروای عمد اوقا برن و برنو گل محمد زنده بر نمیگرده افراد حرکت جنبشی در تن رخوتناک دیمکاران پویشی در تن خاک و در دیمزاران تکانه ای در تمام ولایت خواب و خفت دیه و قلا برا شبیده چشمان خلایق را نگاه وهم و حیرت هم باشته است نه پنهان و نه که بس آشکار و اوریان مرگان در گوش هم دمیده و بر زبانها ورد نهاده اند که آخرین روزهای روزگار گل محمد کلمیشی به سر آمده است حتی نه قانع به بروز قصد کشتن سردار که کوشا در نمایش چند چندانی خود بدین قصد با هر سبب و بهانه به عمد و بانیت ایجاد رعب و دلهوره گمان و پندار مردمان را دامن میزدند و هم ترس بار خلایق گویه وهمالود و گذاف خواه مردمان خود هر ای به شمار میرفت تا بدان نخست خود مردم را به خلع و سلب قدرت خود وا دیگر اینکه گویه وهمالود مردم که در تواتر فزایندش به آوازه روی میگرفت، قدرت آن می یافت تا حریف را رو این تن هم اگر باشد دست کم به تردید درباره خود وا دارد تردیدی گنگ که گمانه به ناباوری می زده. پس این نکته دیرینه باز یافته شده بود که برای تسخیر مردم نخست باید ذهن و گمان مردم را تسخیر کرده که نخست می باید اندیشه و خیال انبوه مردمان را به تسخیر کشید و سپس هم از آن بر ایشان سود و بهره گرفت پس اکنون موج موج گویه های به شکا میخته گویه های به شک شکستا میخته ی مردم راوی نیروی فزون از باوری که بر گل محمد سردار بسیج شده بود بیشترین بخش پیکار را به سود حریف میرفت تا پیش ببرد چرا که با براشوبیدن هیاهوی مردم و دمافزون ساختن وهم شکست در گمان ایشان نخست مردم را مقلوب خود می و با مرعوب و مقلوب ساختن مردم اندیشه و سپس بازوی ایشان را به کار می گرفتند. که معرفت به معرفت توده های مردم در این معنا نخستین درسی بود که بر مردم از مردم ها بودند و این پیشین ای بس کوهن داشت که خود باز از یک گویی گرفته بود پس آموخته بودند که دست مایه چیرگی بر خلایق خود خلایقند و حدود چیرگی بر ایشان بسته بدان است که تا چه پایه بتوان بر ذهنشان چیره شد هم دانسته شده بود که آنچه و چیزی میتواند بر ذهن توده های انبوه چیرگی بیابد که در هر شکل و قوارش بتواند تجلی وجهی از قدرت باشد قدرت و مگر نه این بود که گل محمد سردار به مسابه یک قدرت در ذهن و خیال مردم جا افتاده بود چرا و جز این نبود پس هنگا می توان آن نام و آن معنا را از میدان خیال مردم روفت که قدرتی قادرتر را بتوان بر جای آن نشانید اما تسخیر و تصرف این دژ نیز جز با قدرت و تزویر میسر نتواند بود پس نخست قلم رو به پندار مردمان را میبایست در نوردید با هر وسیله و امکان از بخش موج موج دروغ گرفته تا بارش تازیانه و دشنام قانون ننگ بار خصومت کار سترگ بر عهده خود مردم بر باور و گرایش مردم بازی میدان بازی و هم بازیگران خود مردماننده تا در این میان باور خود را به نیروی از سنخ خود در خود باجگونه کننده و از آن پس سکان گرایش خود را با دستان نوین خود به دانسوی برند که از برایشان پرداخته و آماده شده است و در این کار شیوع حولناکترین دروغ ها مجاز شمرده شده است دروغ در خار و خوردینه مردن دشمن در بدنام کردن و نهایت را در نفی و نیست کردن دشمن پس در زبان و بر زبان مردم آوازه ها رها شده است خودشا مملکت حکم قتل شدات. داده این کم حرفی نیست قشون قشون رو به کوه میش به راه افتاده این کار کمی نیست همه آدمای گل محمد دور برش گریختن و یک کش گذاشتن خودیشم پا به گریز داره چی به خیالت رسیده مگه شوخیه از اولش هم خودشون گل محمد و بلند آوازه کردن بابا جون مسلحتشون در این بود منو تو از کار سیاست دنیا چه خبر داریم اصلا از کجا معلوم که دست روس و انگلیس در کار نباشه مگه دوره جنگ بین الملل رو فراموش کردید صد کردتش رو خودم خبر دارم که گل محمد به باغ آلاجاقی مهمون بود مگه همین گل محمد نبود که با رئیس رفاقت جونجونی داشت با همون جناب فربخش که به وقتش فلنگ و بست همش پرداز شانم کلاه خودت رو محکم نگهدار که باد نبردش ما رو بگو که داشتیم چیزه رو باور می پس همش دکونه دستگاه بوده حالا ما میمونیم آخر بازی رو تماشا کنیم کار پردهدار هنوز به آخر نرسیده بعد قول میدم که آخرش رو جوری تموم کنن که ما باورمون بشه که همه چی راست و درست بوده در کار خود چون استاد هستن اینا بالاخره شاهنامه آخرش خوشه ما هم که کاری نداریم میمونیم و نگاه میکنیم خودش یه جور شبیه <applause> من که دلم بالش میسوزه دلت میسوزه دلت بال که میسوزه بال یک دزد سر را بگیر بار خدا پدر تو بیا مرزه بگذار تا پندار و داوری ها اوج بگیرند بگذار تا از مشت خروار بسازند بگذار گل محمد سردار نخست در ذهن مردم خلل بپذیرد و بشکند بگذار تا گل محمد در ذهن مردمان مغلوب شود چرا که کفه قدرت او در ذهن و زبان مردم روی به افول دارد چون این که شد دیگر نیازی به تیغ حریف بر گلوگاه گل محمد نخواهد بود چرا که گل محمد سردار را خود مردم در ذهن خود به قتل خواهند رسانید و هنگام که این جنایت هولناک در میدان خیال خلایق رخ داد خیال خدا سوده به که بر زدن آستین به قربان کردن گل محمد کاری دشوار نخواهد بود پس آن قامت زیبای آدمی که در گمان مردمان یال برافراشته بوده است نخست میباید هم در آن میدان به زانو درآید و به هم در شکند خیلی که خوشنیت باشیم میتونیم بگیم رود چوب شده مردم ساده رو سنگ روی یخ کردن و حالم دارن از داب ورش میدارن. همین قید از این اگر بود یک جوون یک سر و یک تنه ای که از ایل و اولاد خودش هم بریده بود چطور میتونست این مدت دم تیغ دولت تاب بیاره؟ من از همون اوایل این بلوا هم نظرم این بود که همه زیر سر خود دولت منداست شک نداشتم به جون بچه هات ای بابا ای بابا کم مونده شما ها به روزم بگید شب نه بابا جون والله که ماست سیاه نیست تا هنوزم اینجور خیال کن خیال کن اما یه چیزی رو بدون بدون که بنده و جنابالی هیچ چیز نمیدونیم حالا برو اما پیش از این که بری یه چیز دیگر رو هم بشنو گل محمد بلوچی سر گردن بگیر بیشتر نبود گردن گیری که آدم ها رو مثل بزغاله می کشت بنگر دیواری هنوز فرو نیفتاده کلوخ پاره چه بسیار می شوده. چه بسیار می کلوخ پاره ها و چه افزون بر وزن خود به پرده دری بر می آیند. نان هنگام که گل محمد سردار بر بال پندار ایشان اوج می گرفت و ستایش پرواز وی را زبان دراز می داشتند عهدی در گفت و گفتار خود پذیرفته بودند و نه این هنگام که نردبان گمان را چنین دریل چشم از زیر پای او میکشند، کشند حس تقصیر از کج عهدی خود به دل راه میدهند. بلکه هم بدان پایه که پیش از این در دامن زدن به وهم و گمانشان خود را مقبول می یافتند اکنون نیز می روند تا در خط بطلان کشیدن بر هست و نیست خود را پیش دست بنمایانند. شگفتا که بیهود گویان همواره حیاهوی پر و پرخاش دارند و دریقا که صدای آنکه او دل و دست از عرش و فرش شسته بود و همواره می است تا گل محمد را بس گل محمد ببیند و بداند در هیاهوی پر خفه می شود پس صدای فریب شنیده می شود صدای بیدروغ در موج موج فزاینده و پر باز تا به بیهود گویان خفه می شود پس مرد صدا دل به خانه خود می خزد و ناچار با خود می گوید نه نه به اون شوری نبود و به این بینمکی هم نیست بند سوم قلعه میدان حتی خمیازه نمی کشد پگاه خلوت خاکستری سای سار خاموش سربی آب روان کبود سرمایه سخت چله کوچک و یک کتازی باد باد بی امان دیگر ستارگان ستارگان سپید دم گسیخته و پراکنده، آسمان خلوت و بهمالود، بامها خاموش به زیر آسمان پگاه، بام و آسمان، بامهای گنبدی و گهواری، رنگ گنگ و ناپای سپیددم، دم، خاکستر پاشان، سردی و خموشی، هرچه و هر نموده، سرد و برهنه و خاموش، دلهوره و گمان بدگمانی سکوت خفته و نهفته قلعه میدان حتی خمیازه نمی کشد قربان بلوچ بر بام سرای سردار آرام قدم میزند. صدای گام های سنگین قربان در متن قلقله هموار آب روان در گوش های خود وی بر می تابد. قربان در نیم تنه نخ نمای خود فرو رفته تفنگ برنو را همایل شانه دارد در سال در جی فرو برده و کم مانده است تا باد سهر پگاهی آب در چشمهایش به غلطاند های تخم چشمان قربان سرخی میزنند و او که پایداری پیروز مند خود را در برابر بیخوابی بارها آزموده است میکوشد تا بال پرنده ای را حتی از نگاه دور ندارد حیات سرای سردار هنوز خاموش است پیش از سپید دم گله به بیابان برده شده است اما صبرخان در خانه مانده است تا به داروهای بلغیس زخم و درد دست و ساعد خود را درمان کند در سایه روشن گنگ درون حیات سرای پوست پلنگ افتاده شده بر چرخ چاه در نگاه قربان بلوچ بود حتی تن کشیده و زیبای قرعات پوشیده در کپان خوشرنگش و نگاه هوشیار اسب که به سروا گردانیدنی بلوچ را می نگریست نمی جلوه و جاذبه پوست پلنگ را از نگاه بلوچ دور بدارد حیات بزرگ سرای خلوت شده بود توفنچی ها مگر یک دو تن همه رفته بودند آقل از اسب پا خالی شده بود و بس چند اسب سرشناس و آشنا در کنار قرعات به مال بند آخرها بسته شده بودند و بیش از چند چهار پای بارکش در گوشه و کنار دیده میشدند با آواز و بال کوبان خروس بیبی بی و بیک محمد به حیات بیرون آمدند. بیبی بی کوزه آب را برداشت و به سوی مطبخ رفت. بیک محمد از ایوان به زیر آسمان آمد، دست و بازو را به خمیازه ای کشدار از هم باگو شد و سپس پنجه در کاکل رنگینش فرو برد و آن را از پیشانی پس زد که کاکل با سماجت به جای بازگشت و بر کنج ابروی بیک محمد نشست. هوا همچنان سرد بود اما بیک محمد ته یک پیراهن نقرابی و یک جلیقه بود و دگمه بیخ گردنش نیز واگو شده بود. تصمیه کمرش با قطار فشنگ روی پیراهنش بسته شده بود و بیک محمد دست بر قطار فشنگ بیخی کمر چنان که بخواهد رد تصمیه را بخاراند کمر را تاب داد و روی به بام دستی به سلام برای قربان تکان داد و یک سر به سوی انبار رفت تا جو از را بیاورد و به آخرها بریزد قربان بلوچ بار دیگر به قدم پرداخت و کنار بام مطبخ که رسید دود اجاق از دودکش مطبخ بالا آمده بود و شامش را می انباشت. قربان پلک سد، قدم واپس گذاشت و روی از دود برگردانید. اکنون سرای سردار به صدای بلغیس از خواب برخیزانده میشد. شد. خمیرتون ترش میشه مگه شما نمیخواد دون بخورید؟ تشت خمیر را بلغیس به پای تنور برد و کازم خوابالوده بیرون شلید و به کار آوردن هیزم و افروختن تنور شد. سمن دخی که خالی به زیر بغل از در اتاق بیرون آمد و به آوردن آب قنات سوی در کوچه ماحک به راه افتاد. ماهک به چشم نمی آمد. او افسون بر حالت دوران نخستین بارداری شب را تا پاسی گذشته از نیمه به تیمارداری شوی گذرانیده بود و اکنون لابد در خواب بوده. بیگ محمد با سهمیه ی جو از پا از انبار بیرون آمد. جو را میان آخرها تخص کرد و سپس کنار چرخ چاه لب گودال به شستشوی دست روی نشست. پس برخاست و به اتاق رفت نیم تنه به تن کشید تفنگ برگرفت و به حیات بازگشت. قربان بلوچ لب با ایستاده بود. بیگ محمد درونه گریست سوی پله ها خیز گرفت و تن به بام کشانید و جای بلوچ قراول ایستاد بلوچ از بام به زیر آمد و لب خویر به صدای در بالاخانه روی برگردانید مرال بود که از در بالاخانه بیرون آمده و روی پایگرد به درنگ ایستاده بود قربان سر برگردانید و به سوی مطبخ کشید مرال از پله ها فرود آمد و یک راست به سر تنور رفت بلغیس کنار تنور افروخته در کار زباله کردن خمیر بود. مارال به نزدیک شانه امه خود ایستاد. بلغیس سربرگردانید و مارال را نگریست. چشمان زیبای مارال پرنده ای رم برداشته را میمانست. بر افروخته ملتهب و خسته می نمود. روی و مویش نیز جولیده بود. بلغیس بیان که دست از کار بدارد مارال را گفت دل مارال دست به سیخ تنور برد تا به شعله را کنار زد و گفت میخوای دل نباشم؟ بلغیس بی التفات به شکفه مارال پرسید چی میگه؟ هیچ نمیگه زیاد حرف نمیزنه یک شب تموم بی حرف مگه میشه لابد سر گذشت و یک کله خوابید ها؟ نه نه خواب سنگین گمون کنم که فقط چشمی گرم کرده باشه همین هیچ نگفت هیچ فقط یک کلم گفت اینکه ما باید اینجا بمونیم ما ما زنها بلغیس بار دیگر در مارال نگریست و پرسید چی فهمیدی از حرف زدناش یا از حرف نزدناش مارال در نگاه بلغیس سر فرو افکند و گفت میگه که مأموران حکومتی به اینجا خوا اومدن میگه وقتی اومدن جایی ما رو نشونشون بدید سکوت بلغیس مارال لب زیرین خود را جوید و به مویه گفت گویی که به قتلگاه میده بیش از این سخنی نتوانست بگوید بلغیس به عروس خود و دید که پهنای صورت او را اشک پر کرده است و گوی چشمهایش در شویش اشک به رنگ قوس و قزه در آمده است چشمانی اندوهگین که در تیرنای گمگ پگاه به کبودی روی داشتند چشمانی گرفتار موجه های سیاه خمیده به بالا چمبری کازم پشته هیزم آورد مارال روی پنهان کرد و بلغیس به کار خود دست باز برد کازم هیزم را پای تنور بر زمین انداخت و رفت بلغیس بی سخنی زواله خمیر را پهن کرد و رفت تا دست و سر به تنور برد مارال نیز بیکار نماند نمی توانست بیکار بماند تا نان بر سینه یه تنور برشته شود به جلا و شوراندن آتش خود را مشغول داشت و از آن پس با یک کفچه چوبی به کار واگردانیدن نان از تنور شد در کار گفتگوی بلقیس و مرال از سر گرفته شد اما نبافته چنانکه پیش از این بلکه بسی گسیخته و ناهم نباخت گاهی گفتی و گاهی شنودی من تاب نمیرم ام بلقیس بلغیس خاموش بود و تو گویی لبانش بر هم دوخته شده بودند تمام نیرویش در کار صرف میشد و در کار و رفتارش خشمی آمیخته به عصبیت آشکار بود اما این همه نه لنگاری او را سبب میشد که برعکس و بر دقت و چالاکی وی میافزود تو میتونی تا بیاری ام بلغیس هیزم هیزم توی تنور بیانداز مارال درونه تنور را با پارچه ای خیس واروفت و آتش را باز برافروخت. بلغیس باز هم زباله های خمیر را بر پشت مجمعه پهن کرد. هر تای زواله را بر روی دست و ساعد راست برگردانید. درون تنور خم شد و خمیر نان را بر سینه تنور چسبانید. مارال با پرس کرد. چه می کنیم امه بلغیس؟ بده آتیش رو مارل با چشمان آغشته به عشق لبگزید و آتش تنور را با سیخ برا شوبید تا بلغیس تاهای خمیر را بر سینه ی تنور بچسباند. بلغیس از کنار تنور قدم واپس کشید. یک تا نان از روی پشته خار برداشت، سر برآورد و به بام نظر کرد. بیگ محمد به لب بام آمد. بلغیس شانه و بازو کشید و نان را برای پسرش به بام پرانید. بیگ محمد نان را در هوا گرفت و به لبها برد بوسید و هم بوییدش بلقیس به نزدیک تنور بازگشت و دست به کار برد سمن از لب آب برگشته و میرفت تا به مطبخ برود بلقیس بیان که در او بنگرد گفت یک پیاله روغنم بده بالای بوم برای بیگ محمد بلقیس پس پرسید اون یکی کجاست زیور پیش از آنکه پاسخی از مارال شنیده شود قربان بلوس از در مطبخ بیرون آمد و بلقیس با او گفت بیا بلوش دو تا از این اونار وردار شد یه گوشه شکم سیر کنن بلوس خنده ای شیرین و شوخ در چشمها، از روی پشت خار دو تا نان برداشت نان را با اشتیاق از نگاه گذرانید و گفت دست مریزاد مادر الحق گندم خدا رو حروم نمی کنی. دست مریزاد بلقیس در اتاق سمن را نشان بلوش داد و گفت روغن و کمه از سمن بگیر یه پیال هم به و ببر بالای بوم برای رفیقت قربان نان را درید و سوی اتاق سمن به راه شد بلغیس سر در تنور فرو برد و مرال به گسترانیدن زواله خمیر بر پشت مجمع سر خود را گرم داشت بلغیس خاموش بود و به نظر می رسید که در این خموشی خود ام دارد چنان رفتار می کرد که بن مایانت زندگی به روال هر اش روان است و جای هیچ بدگمانی و دلهوره نیست اما مارال چنین نبود او از درون می جوشید و به هر بهانه میکوشید، مگر بلقیس را به سخن درآورد و چنین توانی نداشت رنج جوانی هنوز نتوانسته بود چنان لایه زخیمی بر روح زن بگسترد وی بتواند انبوه گره در گره زندگانی به در را در پوشش آن پنهان بدارد نه مارال دیگر بود او اگرچه از نخستین یادهای زندگانی خود با اندوه و ستم خو گرفته بود اما روحش هنوز ترد و شکننده بود و جوانی سرشارش خدش پذیر بود و سی هنگام که قطار فشنگ همایل سینه رکاب به رکاب گل محمد از تاخته و از خوردین شعله هایی برگذشته بود اما اکنون خود را گونه ای دیگر می یافت و در می که بستگیش با گل محمد چنان از که تا این دم نمی توانسته است آن را به گمان در آورد پس پندار این که می تواند لحظه ای فرار سد که او مرد خود را دیگر نبیند احتمال چنین گمانی حتی ضربه ای چنان سهمگین می نمود. که بر تابیدن آن را مارال افزون بر گنجاهای طبیعت خود میدید. هم بدین گمان بود که مارال شب را به صبح رسانیده بود و این آسان نبود. گل محمد کنج نگرفته بود. سردت گریبان فرو نبرده بود. تلخ ننشسته بود. نه. گل محمد چون همیشه می نمود. اما گل محمد آنکه در روح مارال جای داشت به گمان زن چنین می نمود. و نگاه برون مارال بیش از یک بار توانسته بود گل محمد را رو روی خود ببیند و توانسته بود نگاه رهیده و آژنگ پیشانی مردش را قافل گیر بنگرد و جان او هم از آن دم برجلا شده بود به چه میاندیشی مرد من؟ ها امه بلغیس تو چیزی بگو گل محمد به چه خیالیه؟ بلغیس روی از حرم تنور گرفت ورق از پیشانی و پلک سترد و گفت چه دانم چه دانم از دل آدمی زاده شیر خام پرده چه خبر دارم وقتی که تو همسر و همبالی نشستی چیزی ندونی مارالدمی خاموش ماند و تو گویی که خیالش به هزار پاره شده است گفت میبینی؟ میبینی چه خلوت شده دور برمون؟ میبینم چرا نمیبینم؟ گل محمد خود اینجور خلوت کرد دور خودش رو میدونم میدونم چرا چرا بلغیس نان بر روی پشته خار انداخت در چشمان پر اندوه مارال نگریست و گفت رشته هر کاری در یه جایی پاره میشه عزیز دل من امه بلغیس امه بلغیس تو هم گریه گریه میکنی بلغیس روی برگردانی و بیقرار سر در تنور فرو برد و مارال بی اختیار پنجه در بازوی اون نشانی دو التماس کرد به من بگو به من بگو امه بلغیس شویم چی میشه رشته هر کاری در جایی پاره میشه چه معنایی داره امه جونم هر کاری در جایی تموم میشه دخترکم امه جون امه جون تو خود میدونی که چی میگی حرف از جون گل محمد من میزنی حرف از جون من که گل محمد ما از دستمون میره بلغیس پروای چشمان براشوبیده مارال گویه درد بار او را نه با مهربانی که بلقیس اکنون نمیتوانست مهربان باشد برید و گفت بره نر برای کارده مارل برید تن به دشواری سوی به دیوار کشانید به جرز ایوان تکیه داده شد و جایی را که برای اتکای دست ها جستجو کرد قلبش گویی کنده شده بود و داشت فرو میریخت زبان بند آمد و چهره شاید به رنگ خاک دیوار درآمد. احساس مشتی خار در گلو و دهان دیواره تنور بالهای بینیش به لرزه ای آشکار در آمدند و تن ورزیده اش را کوبش بی امان قلب فرو می کوباند آرام آرام نشسته شد و نگاهش خیره ماند چشمایش ننگار که گریستند خشک می نمودند و جلای نگاه زیبایش در یک آنگویی که به قعر تاریکی پرتاب شد رنگ چشم ها یک سر تباه مینمود. نمود بلغیس آب آورد در را دزدان پایید و سپس آب را به چهره مارال پاشید قدر را سر تنور گذاشت و تا می رفت دست به کار بشود دندان بر دندان بسود و گفت خودت رو به دست دار زن سردار وانگ بیگ محمد از بام برخواست سوار،, سوار آشنا، آشنا میاد. خانبرارون رو بیدار کن. در دم دلنگه در بالاخانه برهم خورد. گل محمد آماده بیرون آمد و دست در سگک همایل گفت برارت بیدار برادر جان. بیگ محمد به جواب گفت هنوز خوب به جا نمیارمش. علامت خان محمد میگه که آشناست. داره سخت میتازه شب را گل محمد مچ پیچ از ساق پاها با گشوده بود کمرش بسته بود و دو همایل قطار فشنگ بر روی از هم برگذشته بودند چوخایش را همچنان بر شانه داشت و کلاهش تا کنج ابرو پیش آمده بود و ساق سرد برنو در پنجه هایش فشرده میشد. خمیده و چالاک پاشنه گیوه ها برکشید و پای بر نخستین پله فرو گذاشت. مارال به خود بازگشت، رو به سوی شویش برگردانید و مینمود که سخنی ناگفته با گل محمد دارد. نگاه گل محمد روی برق بناگوش قرعات خیرمانده بود و مارال همچنان پای جرز ایوان بر زمین بود. بالقیس تا مارال بدان حال به چشمان گل محمد نیاید او را به یک نهیب و کوبش پا بر زمین از خاک برخیزاند مارال برخواسته شد و کنار تنوری ایستاد و زیر چشمی مرد خود را پاییدن گرفت گل محمد همچنان روی بالاترین پله و به ظاهر خیره به قرعات مانده بود اما که بیگمان نگاهش گم شده بود چرا که اگر چنین نبود میتوانست مارالش را نادیده بیانگارد پس چشمان گل محمد به اسب اما نگاهش در جای دیگر و در جهانی ورای پیرامونش بود. چهره اش حالت چهره اش نیز دیگر بود. برای همیشه بود. سایه قریبی بر چهره مرد بال گسترده بود. تلخ و تکیده می نمود. تلخ و خشک و تکیده. بینیش تیغ شده زیر گونه هایش فرو نشسته و آروارهایش بر هم فشرده شده بودند. چشمهایش عمق چشمهایش سیاه تر از همیشه می و چنان گنگ و خیره که می گمان می رفت که بر تمام بودگاری خود مروری گذرا و درنگی دقیق دارد قرآت گل محمد روی نگاه از قرآت برگرفت و به بام نظر کرد و از بام به با آسمان نگریست سیبک زیر گلو و شهرکش برجسته تر از همیشه نمود داشتند در این حال لبگرد چپ از چون گوش یک اسب راستی ایستاده و یکی از دکمه های پیراهنش کنده شده و افتاده بود دریق دریق به جای اون همه شکفه و گلایه شبونه کاش دکمش رو دوخته بودم کاش بیگ محمد از بام بانک برآورد پسر ملا معراج هیدر گل محمد برنوش را اندکی بالا پراند و جای دست را از ساق به کمرگاه تفنگ تغییر داد و گام از پله فرو گذاشت. سخت و استوار اما نه پرشتاب شتاب فرود آمد و یک راست به سوی قرعات قدم کشید و نزدیک آخر کنار شانه اسبی ایستاد و مارال را ایستاد پای تنور انگار دور از انتظار تماشا کرد. مرال در فرود گل محمد سر به کار واداشته بود اما اکنون سوزش نگاه شوی را بر گونه خود حس می کرد و دیگر نمی توانست بی بماند پس روی برگردانید و چشم در چشم شوی دوخت و گل محمد را انگار برای نخستین بار نگریستن گرفت دمی و درنگی چشمان زن می شدند تا جلای طبیعت خود را بازیابند چشمانی میشی مایل به سبز سبز نایی در گشایش صبح که روی به روشنی داشتند چشمانی آشکار و غریب پرابسته مجه های سیاه خمیده به بالا چنبری ابروان سیاه و پیشانی سپید گونه های گرد و نرم و ترد که اندکی فربه می زن من مارال دمی و درنگی گل محمد نگاه شکاند و پنجه در کاکل اسب فرو برد. بی خود مارال به سوی شوی کشانیده شد و برابر گل محمد آن سوی یال اسب و هم دست بر کاکل اسب مانده. سخنی نبود. هیچ سخنی نبود. هیچ. کو کلامی تا گنجای جان وجود باشد. وجود. وجود. کو آن کلام و کجاست آن سخن که بتواند آدمی را در بیان آورد نیست و از مادر بنزاده است قرآت وفا کرد پنجه به نرمی بر یال اسب مارال چنین گفت دست به نرمی بر دست مارال گل محمد درنگ کرده دمی و درنگی آی زندگانی پنجه ای مردش را مارال در پنجه فشرد و در کلامی که جانش تکه تکه گسیخته میشد گویه کرد گل محمدم درنگی زندگانی باید متوقف شود وجود باید مهلتی به بخشای دافتا باید لحظه ای دیر کند و روزگار باید دمی از قرار بازی استد کام از طعم یگانگی خشکیده است و من از میان رخت کشیده بس زلالی روح است و تجلی وجود و بس جوهر هستی آدمی آفتاب را گومتاب کتاب گوهر آدمی جهان را پر آفتاب کرده است بلغیس می داند بلغیس می شناسد بلغیس حرمت عشق را بلوغ عشق را می شناسد بلغیس پروراننده عشق مادر عشق است بی خلالی که صدای قدمهایش در سکون وجود درف کند بی خراشی که خیشکاری دستانش در سکوت عشق به جای گذارد دور می شود تاهای نان را از روی پشته خار جمع می کند بر هم می و سبک با گامهایی به نرمای ابر می گذارد و دور می شود و یگانه هایش را روح یگانه یگانگانش را به خود وا میگذارد اکنون تنور گرم تنور خلوت بود گل محمد به دانسو نظر کرد مرال به یاد آورد که همچنان پنجه های استخانی مردش را در مهار انگشتان خود نگاه داشته است پنجره ها کرد و گل محمد به یک خمتاب از زیر گردن اسب به دیگر سو بیرون شد و قدم به جانب تنور کشید تنور گرم در صبح سرد آتش تنور دلدل دل می زد گل محمد بر لب تنور نشست و مرال پای تنوری استاد گل محمد نگاه از دلادل آتش برگرفت و به چشمان زنش نگریست در چشمان زن نوازتاب به آتش که آتش دلدل دل می زد آتش اینه از عشقون از اندوه و نه از رنج و نه از حراس آتشی هم از همه وجود در چشمان دختر عبدوس دلادل داشت و در میان زن و شوی اکنون بس آتش بود که بود و دیگر خموشی بود و خموشی کامل بود و آن دو یکدیگر را در خموشی بود که به تمامی و به کمال در می یافتند و گویاترین کلام را هم می نیوشیدند. نونوچ ما هم میخوریم. دانسته نشد کدام یک از ایشان چنین گفت و نیز دریافت نشد که کی این گفت بر زبان آمده شاید هر دو در یک آن چنین گفتند و شاید هیچ یک نگفت و بس این کلام شنیده شد و نگفته. شاید که هر دو فقط بدین گفت و گفتن اندیشیدند که دل و جان و اندیشه و خواسته به یگانی دست از دوی برکشیده بود نان و چایمون رو ما همینجا میخوریم بلغه سهمیه نان و روغن و کمشان را به ایشان داد قوری چای دو پیاله و یک قندان قند هم در سینی چیده و به دست بیبی داد تا برایشان ببرد چای و نان و روغن و کمه دو به دو چیزی چون چاشت صبح شب زفاف لغمه های عروس نقلی باید باشد و داماد چای داغ نباید بنوشد از آنکه چای داغ جرأت را کم می کند و مرد مرغ دل می شود خودت چی مراد چرا روغن رو نونت نمی مالی؟ مراد حال منو می کنی؟ دلم رو می زنه. روغن دلم رو می زنه. من نون ماست رو دوستتر دارم برات یک پیاله دیگه چای بریزم؟ برای دوتاییمون بریز صدای کوبه در و بانگ بیگ محمد از بام باز کن در رو برش باز کن هیدر خودمونه در شد و هیدر ملا معراج پیشا پیش اسبش به درون سرای قدم گذاشت. چته جوان از تپش خون برف روخته بود و از بیخ گوش های اسبش عرق چکه می کرد. هیدر انان اسب بر قرپوس زینف کند. اسب را یل داد و بی سوی گل محمد پیش آمد. گل محمد تا اندکی شور به تاب هیدر را وا بگیرد به او خدا قوت داد و حال پرسی کرد. هیدر کلاه را به سر محکم کرد. این پا و آن پا شد و کوشید تا رشته ای به شروع سخن بیابد. کل محمد ما به با پرسی جوان ملا معراج را از دست پاچگی و سر در شبگیر اومدی هی خان خبر داغ آوردی لا بود. خب اول بنشین و نون چای بخور تا بعد. بابا حالش چطوره؟ بیقرار ما باشه در کم و بیش خبره ای دارم بیا بیا بنشین روی زینه اسب نه بنشین روی این پوست پلنگ آه یکی بیا دست به هی درخان رو بگردونه تمور سمن تمور تو بگو بیاد اسب و بگردونه تا عرقش وا بنشینه خوب انگار که یک سره تاخت کردی تا به اینجا ها خب خدا قوتت بده چطور بتونم از خجالت ملا معراج در بیام من هیدر ملا معراج عرق پیشانی به آستین پاک کرد و بیان که بتواند در خوشو بشه گل محمد گره سگرمه ها را باز کند کنار زین اسب بر زمین نشست آرنج بر زانو گذارد و گویی به سرنگشتان آویخته خود خیره مانده بیبی نان و روغن و یک پیاله خالی آورد و پیش دست هیدر بر زمین گذاشت گل محمد گوری را برداشت و هیدر به نیم خیز خودی را از دست گل محمد واسطاند و پیاله خود را از شای پر کرد. گل محمد لب تنور مقابل هیدر نشست، پنج در نشست، پنجه در پنجه انداخت و نگاه به پیشانی جوان دوخ. و جوری افروخت مینمایی هیدر، از چه پریشانی برادر در جوان، چایی تو بخور. هیدر پیاله چای را برداشت و گل محمد پیش از آنکه که هیدر خود را مهیای پاسخ کند، سوی ایوان نظر انداخت و با امویش که از در بیرون آمده بود گفت یه همینجا نون و چای بخور خانمو هیدر به جانب خانمو نگریست دیم خیز شد و احترام کرد خانمو به تکان دست و سر به سلام هیدر پاسخ گفت و هم بدان حال با خمیازه ای عمیق و کشدار پشت دست را بردهان گذارد و پلکایش انگار بسته شدند گل محمد نیز به خمیازه در اومد و خانم او بال و بازو گشود. مشتهایش را بر سینه کوفت و گام از سکوی ایوان پایین گذاشت و پیش آمد. گمان می رفت که خانم او کنار چاه آب به شستن دست روی بنشیند اما چنین نکرد و یک راست به سوی اسب خود کشید و با دستی به سر و یال اسب حیوان را نواخت و تن خوابالود را به رخوت بر گرده اسبش وانهاد. دمی هم بدان حال ماند و سپس بار دیگر با خمیازه ای بال و بازو گشود تابی به تن داد و مشت بر سینه ستبر خود کوفت و گام به جانب تنور برداشت و کلش را به نیرو چند بار تکان داد مرد ته یک تا پیرهن بود و پالتو بر دوش داشت و خود به چناری میمانست که میرود تا پوست بیاندازد انگار خبره داره آشنامون هیدر خانم و این بگفت و لب تنور بر جای مارال که واخیز کرده و کنار دیوار پشت شانه گل محمدی ایستاده بود نشست. خود را جابجا جا کرد و باز گفت نرخ کن بشنبیم هیدر خان. هیدر سلام ملا معراج را بازگو کرد و افسود از اون چه میخوام بگم نمیدونم چه اندازش از خود میدونید یا نمیدونید. همینقدر بگم که از چند طرف توفنگچی و قشون بره افتاده طرف سنگرده. سردار جهان و بکتاش و سید شرزا که به جای خود یه فوج هم داره از دهنه سنکلیدر در میاد از دهنه سنکلی در دیگه کی؟ آدمای آلاجاقی آدمای آلاجاقی؟ خب سردستشون کی باشه؟ بابغولی بندار خانمو سر مانید و به گل محمد نگریست و گل محمد با مارال گفت پسرت بعد از خواب برخواسته باشه مارال به راه بالاخانه رفت و قربان بلوچ که به گردانیدن اسب هیدر پرداخته بود به شنیدن نام بندار مقابل مردها درنگ کرد و گل محمد سر برداشت و به قربان نگریست قربان رفت تا باز به راه شود خانم او را گفت بیا قربان بیا که بندار پهلوان از آب در اومده قربان انان اسب هیدر را به تمور خوابالود سپرد و خود به سوی مردان پیش آمده گل محمد به حیدر ملا معراج باز نگریست و پرسید دیگه؟ حیدر گفت مثل سربازگیری اجباری دهاتی رو به زور میگیرن و همپای خود میکشونن طرف سنگرد از با قاطر اولاغی اگر میبینن میگیرن و سوار میشن و نون و آزوغشون رو هم به زور از مردم میستونن و ایلقار میکنند. گل محمد پرسید این که عجیب نمی نماد اما داوطلب چی؟ از مردم کسی هم داوطلب شده که بیاد به سرشکستن ما هی در جواب داد کم خیلی کم اگرم کسی باشه با امید چند تو شیرینی که بگیره قربان بلوچ تکیه به چوب چرخ چاه داد و ایستاد گل محمد پرسید میان مردم اصلا پخش کردم هی در گفت البته به کسانی مثل بابولی بندار و نجف ارباب توفنگ دادم گل محمد پرسید بابا چی میگه ملا مراج. بابام دلواپسه با میخواد بدون سرداد چی میخوا بکنه سردرگم مونده گل محمد پا بر زمین گذاشت و تفنگش را از سر تنور برگرفت و گفت با ملا مراج کاری نخواهند داشت حیدر برخواست و گفت بابام غم شما رو داره گل محمد خان گل محمد خاک واگرفته به تنی تفنگ را با بال چوخا پاک کرد و گفت میدونم دلم هم این رو به ام میگه اما ملا مراج خودش چی گفت نگفت که اگه به جای گل محمد بود چه میکرد گمون ندارم وقت و فرصتی مونده باشه که همچین فکرایی بکنه اون فقط خواست بدونه که سردار چی میخواد بکنه دلواپس بود دلواپس هست فقط همین رو از حال اون فهمیدم میبینید دیده میشه که دم به دم حلقه محاصره تنگتر میشه حالا بابام ام امید نداشت که شما رو اینجا ببینم گمون داشتیم که شما زدید به کوه بابام امید داشت که تا حالا جا خالی کرده باشید که جا به جا شده باشید برای من هم باور کردنی سردار دل ما می جوشه اما شما اینجا نشستی رو با دل صبر دارید چای و ناشتا می انگار که اونا با توفنگ و سرنیزه هاشون به مهمونی شما میان من باورم نمیشه من دارم شک می کنم نمیدونم حالا اگر نقل تازهی هست به من بگید تا اقلا برم و بابام رو خبر کنم گل محمد جوان شوریده و براشوبید را به درنگ نگریست پس نگاه گنگ خود را بر چشمان خانمو و قربان بلوچ گذرانید و آنگاه گفت جنگ رو به کوه میکشونیم هی در اینجا یا به هر آبادی دیگه درگیر نمیشیم نمیخوایم که دماغ تنابندهی در این جنگ خونی بشه اینجا اصلا یک گلولم نمیخوایم شلیک بشه عاقبت این در و حالا معلومه و ما نمیذاریم در میان خون دیگران به هدر ریخته بشه حکومت سر من رو میخواد سر گل محمد رو سر شکسته یا سر بریده گل محمد به معراج از گل محمد سلام برسون و بگو که هم نمک تو اگر بنا باشه سر بده سر بریده میده نه سر شکسته به معراج از من بگو که شاید دیگه همدیگر هم رو نبینیم اما همین که میبینم در این حال و دم شاق نگران حال ما هستی این همدلیت رو قدر میدونم به ملا معرازی از من بگو که قدر میدونم این همدلیت رو و دلم به زندگانی قرص میشه وقتی میبینم چندان هم قریب این دنیا نیستم